بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر باشه. فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی ارتش امروز را متدین‌تر و کارآمدتر از همیشه خواندند و با تجلیل از حضور مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای مسلح در امداد رسانی به زلزله‌زدگان و با تأکید بر لزوم اتحاد روزافزون نیروهای مسلح و زیبا خواندن دست برادری ارتش و سپاه بعد از اقدام زشت آمریکایی‌ها علیه سپاه خاطرنشان کردند هر کاری که دشمن را عصبانی کند خوب و درست است و در مقابل همگان باید از هر کاری که دشمن را جری و روحیه آن را تقویت کند اجتناب کند. حضرت آیت الله خامنه ای امدادرسانی ارتش و نیروهای مسلح به مردم در حوادث طبیعی را یک حضور مؤثر و حیاتی خواندند و گفتند در سیل اخیر نیروهای مسلح با همه وجود و امکانات در اختیارشان به کمک مردم شتافتند، به طوری که در استان گلستان ارتش حتی قبل از حضور ستاد مدیریت بحران در محل حادثه حاضر شد. امروز ارتش ما هم متدین‌تر از همیشه است، هم کارآمدتر از همیشه است. از همیشه کارآمد، یعنی انصافا هیچ تردیدی وجود نداره. حالا اونایی که عادت کردن به تحقیر ملت و تکریم خائنان به ملت هی تکرار میکنن که ارتش مدرن رو رضا خان، همین ارتش مدرن در مقابل هجوم خارجی ها چقدر تونست مقاومت کنه؟ چند نفر تو اون ارتش مدرن وایسادن پای این مبارزه و جانشون رو از دست دادن؟ بشمارن ببینید. یک شبانه روز نتونستن مقاومت بکن. این ارتش 8 سال در یک جنگ منظم مقاومت کرد، ایستادگی کرد، فعالیت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حضور منطقه‌ای ارتش و نیروهای مسلح و مقابله آنان با فتنه‌های دشمنان این سوال را مطرح کردند: اگر ارتش و سپاه در مبارزه با داعش وارد نمی‌شدند، امروز منطقه و کشورهای همسایه ما چه وضعیتی داشت و چه کسانی بر آن حکومت می‌کردند؟ فرمانده کل قوا همچنین اتحاد روزافزون نیروهای مسلح را لازم و موجب عصبانیت دشمن دانستند و گفتند دست برادری دادن ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی ها بود. ایشان تأکید کردند هر کاری که دشمن را عصبانی کند خوب و درست است و در مقابل هر کاری که دشمن را جری و روحیه آن را تقویت و روحیه جبهه خودی را تضعیف کند بد و ناپسند است و همه باید در سخنان و کارهای خود از آن اجتناب کنند. رهبر انقلاب اسلامی هدف از سخنان بیپایه آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تضعیف روحیه عمومی دانستند و خاطر نشان کردند آمریکا گرفتار هزاران میلیارد بدهی و گرفتاری‌های متعدد است و با گذشت چند سال از سیل و طوفان در مناطقی مانند کارولینا هنوز نتوانستند آن مشکلات را رسیدگی و جبران کنند، اما برای تضعیف روحیه ملت ایران یاوه سرایی می‌کنند. هیئت دولت میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 98 را مشخص کرد. بر اساس این تصمیم حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ 15,630,000 ریال تعیین شد، به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 97 از مبلغ 4,400,000 ریال کمتر نباشد. افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص، بانک مرکزی و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 18% نسبت به سال 1397 افزایش می‌یابد. اصلاح مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات ناشی از سیل دیگر مصوبه هیئت وزیران بود. رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد مردم مناطق سیل زده به هیچ وجه نباید نسبت به جبران خسارات نگرانی داشته باشند، چرا که دولت در این مسیر تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد.
آقای روحانی با قدردانی از وزارت کشور در به عهده گرفتن فرماندهی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده گفت از امروز بازسازی ها و نوسازی ها در مناطق سیل زده زیر نظر این قرارگاه با فرماندهی وزیر کشور انجام می شود و همه دستگاه ها، وزارتخانه ها، نیروهای مسلح و نیروهای مردمی دست به دست هم داده و در این راستا کمک خواهند کرد. پایان جلسه هیئت دولت و حضور دولتی ها در جمع خبرنگاران. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت افزایش حقوق کارمندان از فروردین ماه اعمال می شود. با توجه به مسببه مجلس لازم هست که برای همه کارکنان دولت هم از شاغلین و بازنشستگان حکم جدید صادر بشه و پرداخت های سال 98 بر اساس احکام جدید صورت بگیره. گفتیم اگر شما احکام هم صادر نکردید ولی 400 هزار تومان که یک رقم ثابتیه و در مسببه مجلس داشت اونو حتما باید این ماه پرداخت بکنید. ضمن این که هر زمان این احکام صادر بشه همه افزایش ها از 1/1/98 لازم به اجرا هست. نوبخت همچنین از اختصاص ردیف های نقدی برای جبران خسارات سیل اخیر خبر داد. حداقل 7000 میلیارد تومان می توانیم از ردیف های نقدی و اسناد و اوراقمون رو برای امر بازپرداخت و نوعی جبران خسارات اختصاص بدیم. تکمیل مسکن مهر و احداث 400 هزار واحد مسکونی جدید خبر وزیر راه و شهرسازی بود که البته بناست برای تعدیل قیمت مسکن سقف تسهیلات به انبوه سازان افزایش یابد. ما اعتقادی نداشتیم که وام خرید رو افزایش بدیم چون آثار تورمیش مطمئنیم که به قشر هدف ما، جامعه هدف ما کمکی نمیکنه، ولی این سازنده انگیزه پیدا میکنه و زمین و مجوز و تسهیلاتی رو که تقریبا حدودا 60% تسهیلات افزایش پیدا کرد از 60 میلیون تومان توی شهری مثل تهران به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. امسال مشترکانی که مصرفشان کمتر از الگوی مصرف باشد تشویق میشوند. پرمصرف ها هم جریمه. به ازای هر کیلووات ساعت برق یا هر متر مکعب آبی که کمتر از الگوی مصرف میکنند مبالغی به اونها پرداخت میشه در قبوزشون. هموطنان ما و مشترکین آب و برق خودشون مصرفشون رو مدیریت بکنن و مشمول اون 16% افزایش تعرفه به خاطر پرمصرف بودن نشه. غلامرضا بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه از روحیه همبستگی ملی و مشارکت عمومی و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها در مقابله با عوارض و آسیب‌های ناشی از سیل قدردانی شد. در این جلسه گزارش‌های کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان برنامه بودجه در مورد نحوه استفاده بهینه از منابع درآمدی برای تشویق و تقویت بیمه همگانی حوادث طبیعی و کمک به آسیب دیدگان و خانواده‌های کم درآمد و همچنین حمایت از اشتغال و تولید ارائه و بعد از بحث و بررسی درباره ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن تصمیم گیری شد. در این جلسه چگونگی انعکاس رسانه‌ای موضوعات اقتصادی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقابله با سیل در خوزستان همچنان ادامه دارد. در لرستان هم مسئولان اعلام کردند با پایان پاکسازی منطقه از گل و لای بازسازی واحدهای مسکونی و شهری آغاز می‌شود. با تلاش نیروی زمینی سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا امروز جاده دسترسی خرم‌آباد به معمولان بازگشایی شد. گروه مهندسی که در قندیل کوه‌ها را می‌برید ما آوردیم اینجا. گروه 43 امام علی و برادران قرارگاه خاتم از سمت خرم‌آباد شروع کردن، دیسیان شروع کردن و آمدن و اینجا به هم رسیدن. جاده خرم‌آباد به معمولان بر اثر سیل 12 فروردین در بخشی از مناطق تخریب و مسدود شده بود. با توجه به شدت شستگی جاده و سنگ و صخره‌ای بودن 800 تا 1 کیلومتر از مسیر با همکاری برادران قرارگاه خاتم الانبیا کار رو شروع کردیم. سیلاب در خوزستان در حال پیشروی است. حتی چادرهای سیلزدگان در جنگل امودبس دشت‌آزادگان از آن در امان نیستند. خودروها همدیگر را دنبال می کنند تا از مسیر خارج نشوند و این حکایت حال مسافران و رانندگانی است که مجبورند در این جاده‌ها تردد کنند.
اینجا دایک شیرین شهر بین روستاهای فارسیات و روستای بومشلش میباشد و اینجا دریا نیست و اینجا زمینهای کشاورزی مردم که همش زیر آب رفتن. روی دریایی از غم زندگی اما جریان دارد. امید به زندگی را اینجا خوب میتوانی نظاره کنی. سیل با تمام قدرتش در زمین‌های کشاورزی خوزستان می‌تازد. سیل بندهای بسیاری زیر آب رفتند، اما اراده ها نه. امروز کانال انحرافی آب رودخانه گرگان رود قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در بالادست 40 کیلومتری سد وشگیر آقلا افتتاح شد. 14 روزه حدود 5100 متر کانال احداث شد. 40 متر مکعب در ثانیه آب را می‌تواند منتقل بکنه و مخزنی که ما در حوض شور داریم حدود 250 میلیون متر مکعب هست، یعنی یک سد خدادادی. این کانال انحرافی دبی آب رودخانه گرگان رود رو در زمان طغیانی کاهش میده. وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس جمهور ترکیه در آنکارا روابط دو جانبه مسائل منطقه‌ای و بین المللی را بررسی کردند. اردوغان در این دور ضمن مخالفت با تحریم‌های آمریکا و تروریستی خواندن سپاه بر گسترش روابط دو جانبه در چارچوب توافق‌های تهران آنکارا در حوزه‌های پنجگانه بر تقویت روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد. در این دیدار همچنین درباره آخرین تحولات سوریه، یمن و شمال آفریقا تبادل نظر شد. خبر ورزشی: صعود استقلال به رده دوم و توقف پرسپولیس در هفته 26 لیگ برتر فوتبال. در نخستین روز بازی‌های این هفته تیم استقلال در تهران با یک گل ماشین‌سازی تبریز را شکست داد. مهدی قائدی دقیقه 76 موفق به گلزنی شد. شاگردان شفر به رده دوم جدول صعود کردند. دیدار تیم‌های پرسپولیس و زوباهن در پایان 90 دقیقه با نتیجه بدون گل به پایان رسید. سرخپوشان با دهمین تساوی 55 امتیازی شدند و جایگاهشون رو در سطر جدول حفظ کردند. اما سازمان هواشناسی امشب و فردا برای نیمه غربی و شمالی کشور بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده. سامانه بارشی به تدریج شمال شرق و شرق کشور رو در بر میگیره. دمای هوا هم کاهش می‌یابد. فردا پنجشنبه 29 فروردین 1398 هجری شمسی، 12 شعبان 1440 هجری قمری و 18 آوریل 2019 میلادی است. از آن صبح در تهران ساعت 5 طلوع آفتاب 6:28 دقیقه و نیمه شب شهری هم 19 دقیقه بود. خیلی ممنون از همراهیتون. ضمن خداحافظی دعوت میکنم که گفتگوی ویژه خبری رو هم بیننده باشید. به نام خداوند جان و خرد، سلام، شبتون بخیر. به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. خب برای بار سوم بحث تفکیک وزارت بازرگانی از بخش صنعت و معدنش که الان به صورت وزارت صنعت معدن تجارت هست در مجلس مطرح شده. چرا این مهمه؟ برای اینکه هم تولید کننده ها با این وزارت خونه در ارتباط هستند، هم صادر کننده ها و وارد کننده ها، و هم من و شما، یعنی خیلی از اقلامی که ما به صورت روزانه مصرف می‌کنیم، به نوعی بازارش مرتبط با وزارت صنعت معدن تجارته. دولت معتقده اگر وزارت بازرگانی رو جدا بکنه از در واقع بخش تولیدی، از بخش صنعت و معدن، میتونه بهتر بازارها رو تنظیم بکنه. البته دو بار تا الان لایحه دولت در مجلس رد شده و به هر حال این بار سوم هست که به صورت طرح در مجلس بحث تفکیک مطرحه. ما امشب میخواییم به ضرورت‌ها و الزامات این مسئله بپردازیم. قبل از معرفی مهمانان، گزارشی رو همکارانم آماده کردن که با هم میبینیم. بعد از نوسانات ارزی و در پی اون نابسامانی در برخی بازارها، دولت عزم خودش رو برای تفکیک وزارتخانه ها جزم تر کرد، با این استدلال که این نسخه شفابخش در دوران تحریم معجزه میکنه. در مقطع فعلی وزارتخانه برای مقابله با توطئه‌ای است که علیه کشور طراحی شده. هدفگیری اصلی اقتصادی کشور در مرحله اول بخش صنعت و بخش بازرگانی است. ما این دو بخش نیازمند این هستیم که از چابکی، از سرعت عمل، از تصمیم گیری به موقع برخوردار باشه.
هر بار هم این لایحه به صحنه بهارستان آمد، بحث ها داغ داغ شد. میبینید که جریان های فساد، شبکه های فساد ایجاد میشه در این مجموعه وزارت سهم، وزارت جهاد کشاورزی و جاهای دیگر، به لحاظ اینه که از تولید گرفته تا توزیع و مصرف کننده همه در یک مجموعه هستش. ما در برنامه ششم تصویب کردیم به چابک سازی دولت. این چه طرحی است که همکاران محترم آوردن؟ برخلاف قانون برنامه ششم مجدداً مسئله جداسازی وزارتخانه رو مطرح میکنن. اما فضای بهارستان در مورد این لایحه بهاری نبود. اینم رأی نیاورد. به نظر من دیگه معلومه مجلس با این تغییر تشکیلات تو این شرایط موافق نیست. به نظرم دولت مسیر دیگری رو طی کنه. موافقان میگن در ساختار جدید تجارت قربانی شده، اما تولید کننده ها میگن تو ساختار وزارت بازرگانی تضاد منافع است و معمولا این ساختار سمت تاجران قش میکنه. البته برخی نماینده ها استدلال های دیگری دارن. شاید برای این وزارتخانه های ادغامی ما انتخاب های نامناسب داریم، چرا وارد این فضا کسی نمیشه؟ حالا یک بار دیگه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به جریان افتاده و در کمال تعجب شواهد نشون دهنده تغییر نظر برخی نمایندگانه. نشونش تصویب اون در کمیسیون صنایعیه که تا پیش از این طرح رو در تضاد با تولید میدید. گفته شده هزینه تشکیل وزارتخونه جدید از محل صرفه‌جویی تامین میشه، اما با این همه چاله بودجه ای آیا جای بهتری برای صرف چنین منابعی نیست؟ به هر حال باید منتظر نظر جدید مجلس باشیم، نظری که باید موجب رونق تولید بشه، نه سنگی پیش پای لنگ آن. تشکر میکنم از دوستان که این گزارش رو آماده کردن. مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که موافق تفکیک هستند، و جناب آقای ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی که مخالف تفکیک هستند. ما البته تلفنی هم خدمت آقای دکتر قزنفری، رئیس یا وزیر پیشین صنعت معدن تجارت هستیم، و یکی دو مهمان دیگر که به تناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. خیلی خوش آمدید، بزرگواری کردید آقای دکتر مفتح. با شما شروع بکنیم. آقای دکتر، الان این وضعیتی که بازارهای ما داره، که حالا مردم هم میدونن، شما هم میدونید، چقدرش ناشی از این ادغامه؟ یعنی چقدر سهم وزارت صنعت معدن تجارته و اساساً هدف شما از تفکیک چیه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه شعبان هستیم، لازم است که ابتداءً اعیاد شعبانیه رو خدمت ملت عزیز حضرت علی جان قالیباف همکار محترم جناب ابراهیمی تبریک عرض بکنم. نیمه شعبان رو در پیش داریم، روز جوان رو پشت سر گذاشتیم، همین اعیاد رو تبریک عرض میکنم. ملاحظه بفرمایید، ما به عنوان حاکمیت، دولت، مجلس و تمام اجزای حاکمیت موظف هستیم که کار مردم رو به درستی انجام بدیم. قانون اساسی ما هم چون تکلیفی داره برای دولت و مجلس و مجموعه حاکمیت که ساختار اداری مناسبی برای انجام کارهای مردم در کشور وجود داشته باشه و صورت بگیره. طبیعتاً نمیتواند این ساختار اداری یک ساختار صلب و غیر قابل تغییر باشه. جهان در حال تغییر، کشور در حال تغییر، اولویت‌ها در حال تغییر. ما طبیعتاً باید برای اینکه بهترین شکل خروجی و بهترین نحوه خدمت رسانی به مردم رو داشته باشیم، ساختارهامون رو هم به بهترین شکل مناسب و مقدور که اون هدف رو تأمین بکنه تغییر بدیم و یا تنظیم بکنیم بر اون مبنا. من تا اینجا میتونم نتیجه‌گیری بکنم که بر این منطق ما ممکنه 5 سال دیگه باز بگیم باید ادغام بشن، باز 5 سال بعدش بگیم باید تفکیک بشن، منطق تر بله. باشیم. اینجوری نیست که ما هر سنم قاطع بر یک ساخت. ما هدف اصلی خدمت رسانی مردمه. هدف این نیست که ما یک ساختاری رو روش تعصب داشته باشیم و بخوایم حتما بگیم که این باید استعمال، اگر کار آمدیش از دست رفت، اگر شکل مناسبتری کاراتری قرار شد صورت بگیره، طبیعتا خب، باید الان کار آمدیش صورت بگیره. از دست رفت حالا یا از دست رفت یا شکل مناسبتر بهتری باید وجود داشته. شما اگه ملاحظه بفهمید تاریخ ساختار اداری کشور رو
ما در تاریخ ساختاری بسیار تغییرات زیادی داشتیم، حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باز ما تغییر ساختاری در همین 40 سال زیاد داشتیم. در همین حوزه که الان داریم بحث میکنیم، صنعت و معدن و تجارت، باز اگه ملاحظه کنیم یه روزی 4 تا وزارتخانه داشتیم. یعنی این کار مردم رو ما در 4 وزارتخانه انجام دادیم. وزارت صنایع داشتیم، وزارت صنایع سنگین داشتیم، وزارت معادن داشتیم، معادن فلزات داشتیم و وزارت بازرگانی داشتیم. این حوزه کار در 4 تا وزارتخانه تقسیم شد. بعد به تدریج متناسب با شرایط آمد، اون اوایل انقلاب بود، تغییر پیدا کرد و بله. ادغام شد و حالا بعضن بحث تفکیک است. بنابراین اون چیزی که ما باید به عنوان کسانی که مسئولیت اداره کشور رو حالا ما با رأی مردم، دولت هم به شکل خودش به عهده گرفته، وظیفه داریم که با نظر کارشناسی واقعا اون شکلی از اداره کشور رو تنظیم بکنیم که بهترین بازدهی رو و داشته باشه. خب مردم فرمودید الان بفرمایید که ایراد کار چیست؟ اینجا عرض میکنم. ببینید ما در شرایط امروز کاریم، صنعت ما یک شرایط خاصی داره و یک تدبیر و مدیریت ویژه‌ای میخواد برای اینکه از این بحران‌ها بتوان عبور بکنه. بازرگانی ما به همین ترتیب یک تخصص دیگری است غیر از تخصصی که در حوزه صنعت ما داریم. صنعت یک سری تخصص ها میخواد، بازرگانی سری تخصص های دیگری میخواد. حالا حوزه معادن هم به جای خود داره که اون هم باز ویژگی های خاص خودش داره. نسبت به معادن مقام معظم رهبری واقعا تاکید بسیار زیادی در طی سالهای اخیر داشتن که به خوبی میتواند جایگزین نفت ما باشه. یک ثروت خدادادی بسیار عظیم است که به خوبی تان از این بهره برداری کنیم و استفاده کنیم. این نوع تخصص ها هم در شرایط امروز کشور ما و دنیا تخصص های نزدیک به هم نیست. تخصص کارهای صنعتی، مشکلات صنعتی، رفع مشکلات صنعتی با مسائل بازرگانی. درست است که بازرگانی باید در خدمت تولید باشه، در خدمت صنعت باشه، باید تولید ملیون افزایش پیدا کنه، عرض کنم که وابستگی اون به خارج در تولیدات کاهش پیدا بکنه. اینا حرفای درستی است. برای اینکه این اتفاقات صورت بگیرد ما باید در حوزه بازرگانی که در حقیقت نقطه نهایی تولیده، ما اگر تولید بکنیم فروش نداشته باشیم بعد از مدت کوتاهی تولید متوقف خواهد شد، چرخه تولید متوقف میشه، انبارها مملو و از محصول میشه. بسیار خوب. این تخصصی که بخواد این کار رو انجام بدهد و در حقیقت این تولید رو به بازار به مصرف کننده منتقل بکنه به نظر میرسه تخصصی غیر از تخصص تولید. خیلی متشکرم آقای ابراهیمی. ببینید حالا این یک دیدگاه هست، دیدگاه دیگه هم شاید برعکس این باشه، بگن که ذاتاً وزارت بازرگانی ماهیتش تجارته و یک تضاد منافع ذاتی داره با بخش‌های تولیدی. یعنی اگر بازاری به هم بریزه اولین کاری که این وزارتخونه میخواد بکنه به هر حال از طریق واردات یا صادراته. میخوام ببینم شما دیدگاهتون چیه. خب به نام خدا، بنده هم خدمت شما جناب دکتر مفتح و بینندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. اعیاد شعبانی بلخص میلاد آقای امام زمان رو تبریک عرض میکنم و مخصوصا فردا هم که روز ارتش است بر غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی تبریک عرض میکنم. خدمت شما عرض شد که اساسا اشکال اقتصاد ما بیشتر به ساختار بر نمیگرد. ما متاسفانه درگیر سیاست های اشتباه و عمدتا در واقع در حوزه اقتصاد بدون برنامه هستیم که فکر میکنیم این ساختاره که در واقع دست و پای ما رو گرفته. من جناب دکتر فرمودن که چندین بار این ساختار تغییر کرده به هر حال مدل های مختلف و فرمودنم که الزام واقعا زمان هست، در صورتی که اساسی ترین اشکالی که در سیستم اقتصادی کشور ما حاکمه بیشتر دولتی بودن اقتصاده و این دولتی بودن که اجازه نمیده در واقع بخش غیر دولتی فعالیت بکنن و معمولا هم دولت و مدیران تصمیم گیر کسانی هستن که در ضرر و زیان تصمیم ها معمولا در واقع آسیب نمیبینن و مداخله ای ندارن و متوجهشون نیست. ما درگیر این بحثایی. من فکر میکنم که واقعا در حوزه اقتصاد به روش غلط داریم پیش میریم، بیشتر گردن ساختار میگیره. خب این یک نگاه کلانه. بله و ببینید تا الان چندین بار همین قضیه آزمایش شده. ما واقعا آزمون خطاهایی کردیم، عمدتا هم خسارت‌زا بوده. مدیریت کشور رو دچار یک اشکال می‌کنیم، مردم دچار یک سری سردرگمی‌ها میشن. همین ادغام وزارت
صنعت معدن و تشکیل وزارت جدید تحت عنوان وزارت سمت سال 90 بوده، الان سال 98ه، یعنی تقریبا 7 سال قرار بوده که آیین‌نامه در واقع شرح وظایف این وزارتخانه تعدیل بشه، انجام نشده. این کجاش برمیگرده؟ این که مثلا حالا شرایط بازار الان معتقدی اگر این اتفاق میافتاد من اعتقاد دارم اگر این وزارت صنعت و تجارت بیشتر کاملا مشخص بود و ببینید دقیقاً معدن صنعت و تجارت به هم وصلن، درسته میفهمن تخصص جدایی قرار نیست که مدیریت های جدایی برشون اعمال بشه. من فکر کنم یک پارچگی در واقع دوای درد در واقع مدیریت اقتصاد این کشور تا به این شکلی که جناب دکتر فهم من سن حالا حرفه‌ایم در خبر به این اقتضا میکنه که یادم هست زمانی که ما وزارت بازرگانی داشتیم و در دولت آقای مفتح چنان دعوایی بود، مثلا در مورد تنظیم بازار اگر با واردات میخواست بازار تنظیم بشه وزارتخونه‌های تولیدی میگفتن شما دارید به تولید لطمه میزنید. از اون طرف مثلا اگر که خلاصه میخوام بگم حتی کار به نزدیک درگیری فیزیکی هم میرسید. الان مگر چه چیزی فرق کرده که ما باز میخواییم این کار رو تکرار بکنیم؟ ببینید عرض کردم که آنچه را که به نظر میرسه اگر کار روی بحث کارشناسی بخواد انجام، ما یک مفروضاتی در مباحثمون داریم، بخواد کار رو با مبنای کارشناسی تصمیم گیری انجام بشه، حالا در اجرا اگر مناسب اجرا نشود بحث دیگری است. ما تو بحث اینجا رو بحث اجرا اگر اعتراضاتی انتقاداتی به اجرای قبل داریم خب اون جای خود داره. ببینید در قانون اساسی هیئت دولت یک شخصیت واحد است و تصمیماتی که میگیره همه اعضای دولت در مقابل اون تصمیمات مسئولیت مشترک و پاسخگو هستند، یعنی مجلس میتواند از هر وزیری نسبت به مصوبه‌ای که در دولت انجام شده سوال بکنه. دقت می‌فرمایید در اونجا باید منافع جمع دیده بشه. همین الان که ما یک وزارتخانه داریم قطعا این وزارتخانه ما با وزارتخانه دیگر در برخی از مسائل با هم دیگه تصمیمی باید بگیرن، یعنی مهدای مشترکی دارن که ممکن است یا به نفع این وزارتخانه به نفع اون وزارتخانه باشه. در اونجا وزیری که نشسته مسئولیت اصلیش کل کشور هست، دیدش برای کل کشور هست، نه اونجایی که خودش مسئولیت خاص داره. این بحث شرع وظایف من اینه بله. چرا دولت نیومد؟ بله این یک مسئله قابل سوالی است که واقعا دولت در طول این زمان هم زمان قابل توجهی بوده، دو دولت هم بر این گذشته، یعنی هم دولت قبلی و هم دولت شما خواستین اینو؟ قاعدتا کمیسیون تخصصی باید پاسخ این سوال رو بدن، من در کمیسیون برنامه بودجه چون میتونست اگر این اتفاق میافتاد یعنی شرح وظایف مشخص میشد مشخص‌تر شاید اصلا کار به این تفکیک و این به هر حال طرح و لایحه نمیخواست، شاید گویاتر و مشخص‌تر بود تصمیمات. اما بالاخره آنچه که عرض کنم که میتواند به این مسئله کمک بکنه شرط امروز ما هست. ببینید در خود وزارت صنعت، یعنی در خود موضوع صنعت، در وزارت صنعت تجارت شما از تولید خودرو دارید تا تولید فرض کنید که محصولات غذایی خیلی سبک، یک رنج وسیع کار هست که بعد راجع به این کار تصمیم گیری بشه و افزایش این کار. ما وقتی میگیم وزارت بازرگانی وزارتخانه باشه یا حتی در این حالت که در داخل این وزارتخانه است، در حقیقت بازرگانی باید در خدمت تولید ما باشد، در خدمت افزایش تولید ما باشد. خب شما واحدهای تولیدی اصفهان میکنم اصفهان خواهی دکتر این سابقه که ما از بازرگانی داریم تا الان در واقع بیشتر واردات محور بوده و هماهنگ هم نبوده با دستگاه متولی تولید و آنچه هم که داره دنبال میشه به نظر من دوباره این قضیه رو برای ما تکرار خواهد کرد. اصلا در خدمت تولید نیست. بازرگانی میتونه در خدمت تولید باشه که در قالب یک مدیریت واحد انجام بشن. ما یادمون نرفته که با واردات بیرویه شکر چه بلایی سر در واقع ببینید بعضی از تصمیمات اقتصاد کشور رو بعضی از تصمیماتی که درست نبوده کارشناسی نبوده نمیتونه مبنای تصمیم گیری این گونه باشه. به طور مثال این فرمایش کاملا ما هدف اصلی ما رونق تولیده، هدف اصلی کشور باید ارسونم که استقلال تولیدی باشه، افزایش تولید باشه، افزایش اشتغال باشه و این مباحث. بانک چقدر در این کار نقش داره؟ خیلی زیاد. نقش فرام. پس بانک هم ادغام کن. نه. اون که از اون مدیریت رو واحد بکنه. خیلی خب چه فرق میکنه؟ شما نمی جای دنیا آخه این کار نمیکنه چون اصلا کاملا سیاست های پولی و تولیدی اینی که آنچه که به یک موضوع مربوط میشود
در زیر سقف یک مدیریت باشه این هیچ وجه قابل انجام نیست با این تنوع تخصصا. بله باید مدیریت واحد که آقای رئیس جمهور. آقای دکتر ببینید تولید کجا معنا پیدا میکنه؟ جایی که بازار مصرف داشته باشه. بله. وزارت بازرگانی در قبل و اگر دوباره هم تشکیل بشه دقیقاً بازار مصرف رو به هم میزنه. ما وقتی که در واقع میخوایم میگیم آقا تولید معنی دار باشه، خب وزارتخانه‌های متولی تولید خیلی راحت‌تر میتونن سیاست‌گذاری کنن برنامه بازار. شما بفرمایید بعد بریم سراغ آقای دکتر قزلفری. عرض من این هست که این وزارت بازرگانی ما مسئولین وزارت بازرگانی که حالا قبل این بعد از این اسخای میگم ما دقیقاً مأموریت وزارت بازرگانی بعد الان شما تعریف کنید دیگه. که اون اتفاق قبل نیفتاد. آیا ما قبل از اینکه در واقع مأموریت تعریف کنیم می‌گردیم دنبال آقای دکتر قزنفری؟ سلام، شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان عزیز و همه بینندگان برنامه خوبتون. شما فکر کنم هر دو مدل رو تجربه کردین؟ آره. بله، من دو سال وزیر بازرگانی بودم، دو سال وزیر صنعت. بسیار عالی. الان دیدگاهتون چیه؟ اجازه می‌خوام بعد از سلام این نکته رو اضافه کنم به بحثی که داره انجام میشه، اونم قانون انتظار. کمتر دیدم در موردش گفتگو بشه، بهش میرسیدیم ولی خب بفرمایید. بله آره، اونو عرض میکنم بعد وارد بحث میشم. ببینید وقتی ما طبق مصوبه مجلس این دو تا وزارتخانه رو با هم ادغام کردیم، یه فرماندهی واحد ایجاد شد برای مدیریت تولید و تجارت به طور همزمان. البته قائم مقام تولید بود، قائم مقام تجارت هم بود، اختلافات هم بود، ولی تو خود وزارتخانه حل و فصل میشد. نزدیک یک سال بعد یا شاید کمتر از یک سال دوباره مجلس قانونی رو وضع کرد به اسم قانون انتظار که ضد قانون ادغام بود. یعنی بخشی از وزارت صمت رو از وزارتخانه جدا کرد. ما در همون موقع اعلام کردیم که با جدا شدن اون بخشا نمیتونیم کار فرماندهی واحد رو انجام بدیم، که خوشبختانه ستاد تدابیر ویژه مصوبه‌ای گذروند و اجرای قانون انتظار رو تا پایان دولت به تأخیر انداخت. لذا ما اگر موفق شدیم سال 91 در مقابل اون تحریم ها بایستیم، یکیش همین بودن ادغام، موضوع ادغام بود. یعنی ادغام اجازه بیشتری میداد برای اینکه هماهنگ کنیم مجموع ارکان نظام اقتصادی رو در مقابل تحریم ها. الان هم همینه؟ الان به شدت ما محتاج فرماندهی واحد هستیم. من از آقای مفتح تعجب میکنم با این همه تجربه چرا الان به شکستن این پیوند مهم دارن اشاره میکنن. الان باید ید واحده باشیم در مقابل این تحریم. البته متاسفانه دولت آقای روحانی به محض اینکه اومدن با اجرای قانون انتظار بخشی از ساختار وزارت صمت رو به وزارت جهاد کشاورزی دادن و دوباره مشکلات بازار به شکلی آغاز شد. چون آقای دکتر مصوبه میتونه برگرده. باشه آقای دکتر، بذارید تو بحث انتظار باز خدمت شما باشیم. آقای مفتی. بله، من تشکر از جناب دکتر قزنفری محبت فرمودن. با این تعبیری که ایشون دارند اصلا چرا پس دو تا قائم مقام داشتن؟ اگر فرماندهی واحد منظور یک نفر است، هیچ ساختاری نداره که خب باید یک نفر یک وزیر فقط باشه همه کار انجام بده، پس چرا در زمان خودشون دو قائم مقام داشتن و خودشون تنظیم؟ حالا این تنظیم و هماهنگی رو عرض کنم که رئیس جمهور باید انجام بده، هیئت دولت باید انجام بده. این نیست که اگه وزارتخانه تفکیک شد فردی از کشور دیگری بیاد اینجا بشینه، همونطور که قبلا هم همینطور بوده زمان خود آقای قزنفری وزیر بازرگانی بودند، مگر ایشون تصمیماتشون خلاف تولید بود در راستای کمک به تولید بود؟ من اینو میخوام عرض ما بکنم. یعنی آنچه که من عرض میکنم، حالا شاید در اذهان، شاید در ارسان که افکار هر فردی به گونه‌ای باشه، اونچه که من عرض میکنم و من فکر میکنم که مصلحت هست این است که وزارت بازرگانی ما، حوزه بازرگانی، چون تخصصی است، کار تخصصی است. ما الان در استانها، یعنی از سطح وزارتخونه بریم پایین، حتما آقای قزنفری شواهدی دارن، در استانها بریم ببینیم واقعا اون مسئول سطح یک این اداره کل بله. اگر گرایش‌ها و تخصص‌های بازرگانی داشته باشه صنعت رهاست، اطلاعات صنعتی نداره. اگر تخصص صنعتی داره بازرگانی، تنظیم بازار، این مسائل داره استان. تلویحاً دارید میگید با هم در تناقضن دیگه؟ نه، میخوام عرضم که تنظیم این کار یک مدیریت واحد حتما میخواد، یک نظر واحد میخواد، اما این مدیریتشون تخصص ها مختلفه. چون کالا عرض من تمام نشد، چون کار
حوزش وسیعه ولی بعد در هیئت دولت اسخای می‌کنید همین که می‌فرمایند در واقع اگر تخصص صنعتی داشته باشه بیشتر میل به اون سمت داره یا بازرگانی دیگه چه برسه که در واقع اینجا دو تا مدیریت بخوان اعمال بشن در راستای یک منظور. ما واقعش نه که اگر در واقع منافع ملیمون مد نظرمون باشه باید دنبال این باشیم که ساختار رو کوچیک بکنیم مدیریت واحد و یک پارچه به کار بگیریم. من ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر غضنفری، قانون انتزاعی و تمرکز وظایف هم عملا در واقع خوب اجرا نشد. اگر این اجرا میشد تازه اونم من خیلی موفق میدیدم. ببینید تمرکز وظایف حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اتفاقا یک سری آثار مثبت و برکاتی داشت که در تولید داشت ولی در تنظیم بازار نداشت. خب هم در تنظیم بازار همین مسئولیت رو دادن سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده که معمولا از بسیار جای دیگه دستور میگیرن، تصمیماتشون اصلا در واقع خیلی تابع سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نیست. تازه خود همین سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در واقع دو تا هدف دارن که با هم در تناقضن. اصلا حمایت از مصرف کننده و تولید کننده همزمان مقدور نخواهد بود. این همون دیدگاه مدیریت دولتی بر اقتصاده که واقعا ما سازمان‌هایی در واقع با اسامی چیز میاریم بعدا ناکارآمد هستن، هی دنبال خدمت مرشد روش جدید. واقعیتش اینه که من فکر میکنم که ما دیگه باید دست برداریم از این آزمون خطا. من اصلا اصرار آقای روحانی رو نمیدونم چه مبنایی داره. ایشون هم در نشست مشترک سه قوا هم در زمان معرفی وزیر بهداشت اصرار میکنن، در صورتی که ما میدونیم وزارت بازرگانی وقتی که بیاد در واقع باعث تشدید واردات میشه و دوگانگی مدیریت. حالا اصلا گیریم بیاد، یعنی وزارت بازرگانی رو مجلس تصمیم بگیره در واقع احیا بکنه، این تا بخواد احیا بشه بخواد نمیدونم چارت و ساختارش درست بشه و انتصاباتش انجام بشه و خودش رو جا بندازه دیگه عمر دولت هم تمام شده. بحث دیگری است، بحث کارشناسی نیست. چرا؟ بحث اجراییست. فهمید که ما برمید در بحث کارشناسی خب آره، این کار مسلحت هست یا نیست. دولت بعدی شد بسن باز دوباره این بخواد یه لایحه میشه که آقای غضنفری گفتن دیگه یعنی زمانش قانون مصوب مجلس رو انجام ندادند پوزشن دولت بعد انجام داد انتزاع اون قسمت رو. خب این بحث دیگری است. اون اگه میخواد از اون حوزه بحث کنه بحث دیگری است. اینا جزء به هر حال از جمله است دیگه. یعنی میخوام بگم که زمانن زمان ارزمینه جناب قالیبا. الان مردم رو چون نگاه کنید خودمون هم تو از خودرو تا سیب زمین و پیاز مردم گله مند گله داره به خاطر که همش دولت های دکتر همش دولت دخالت داره دولت تو همه تصمیم شما تضمین میدین که بعدش مشکل نداشته باشن چون من مردم میگم زمان من جایگاه نیستم تضمین میدم. من نظر کارشناسی خودم هیچ به گرایش های این ترم فقط منباب بحث کارشناسی خودم با تجربه این سابقه دارم واقعا چون بعضی وقتا یه گرایش های این طرف اون طرف هست به هیچ به اصطلاح توجهی به اون من به نظر میرسه که واقعا این وضعیت مردم در این گرانی که پیش آمده بله. که از سیب زمینی و پیاز سیب زمینی که قبلا چال می که قبلا رایگان مردم میدادن به این وضعیت رسیده، پیاز ما به این وضعیت رسیده، تا خودروی ما که هر روز یک قیمتی دارن میدن یک مثلا فروشنده خودروی گفت من خجالت میکشم امروز یه قیمتی فردا قیمت دیگه است. خب بریم آقای حریری آقای حریری عضو اتاق بازرگانی سلام شبتون بخیر. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای قالیبا و مهمانان محترم برنامه در خدمتتون. آقای مجید رضا حریری عزیز، خب آقای حریری نظر شما چیه به عنوان به هر حال فعال بخش خصوصی و اینکه به هر حال هم با تولید و هم با تجارت سر و کار دارید؟ چم قالیوف به نظر میاد که ما بیشتر از این که هدف رو مشخص بکنیم سر ابزارش صحبت میکنیم. آیا تشکیل وزارتخانه ها به خودی خود هدف اقتصادی است یا ابزاری است برای رسیدن به یک هدف؟ ما وقتی خودمون رو متمرکز میکنیم روی ابزار خب قاعدتاً و چون نمیدونیم که میخوایم بریم لوله کشی کنیم یا ساعت بسازیم که ابزار مناسب ساعت سازی با خودمون ببریم یا ابزار مناسب لوله کشی، نتیجه میشه این که توی سه دهه اخیر بیش از 7-8 مورد ما تلفیق صنعت، صنایع سنگین، صنعت و معدن، صنایع تنها، وزارت سمت متمرکز از همه اینا رو داشتیم. نتیجهش این شده که در طی همه این سالها ما نرخ رشدمون همیشه نسبت به سال پایه 40 سال پیش که نگاه بکنیم تو تمام آیتم ها میبینیم که وضعیت مناسبی نداریم. جناب حریری ما استراتژی توسعه اقتصاد نداریم،
وقتی استراتژی توسعه اقتصاد نداریم، بله، هی دنبال این هستیم که اینو با این عوض بکنیم، اونو با اون عوض بکنیم. درسته. چیزی دست کسی رو اینجوری نمیگیره. بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب حریری. با شما خداحافظی میکنم. نکته جناب حریری این بود که ما چون استراتژی صنعتی نداریم، استراتژی کشاورزی نداریم، استراتژی در تولید نداریم، پس استراتژی در تجارت نداریم، پس هی میایم هر از گاهی اینا رو با هم ادغام میکنیم، بعدم تفکیک میکنیم، دوباره ادغام میکنیم. من یه خاطره بگم از کتاب تکنوکراسی در ایران نوشته مرحوم نیازمند. در دهه 40 هم همین بحث بوده. بله. در دهه 40 هم بحث این بوده که این تجارت رو ببرن در وزارت صنعت، دیدن تضاد منافع داره، بردنش تو وزارت اقتصاد گذاشتن. میخوام بگم به این علت آقای مفتح. بله. حالا این بله. یه بحث باز مبنایی تر میشه. بله، بالاخره عرض کردم متناسب با شرایط و همین مبانی که وجود داره میتونه ساختارهای مختلفی اون هدف رو محقق کنه. شما حالا ما در سطح وزارتخانه بیام سطح خردتر. بله. من اگر شما ملاحظه فرمایید در کشورهای صنعتی پیشرفته مثل ژاپن، واحد صنعتی اصلا به واحد فروش کاری نداره، یعنی فروش در یک شرکت‌های دیگری تنظیم و شکل گرفته، صنعت در شرکت‌های صنعتی. چیمون با ژاپن؟ حالا من میخوام نه تجربه موفق و عرض بکنم. بله. میرسیم بهش. اگر واقعا ما هدف درست انتخاب بکنیم و روش صحیح به کار ببریم، دوچار این مشکلات نمیشیم. من یه مثال بزنم. یه نفر میخواد از رودخونه رد بشه، میگه اگه خودشو بزنه به آب خو خیس میشه، امکان داره میاد قایق میگیره، سوار قایق میشه، جریان رودخونه قایق رو دوباره دوچار مشکل میکنه، در صورتی که اصلا نباید این روش رو انتخاب میکرد و رو پل رد میشد. ما سیاست های واقعا اشتباه رو باید کنار بذاریم. میگیم ارز 4200 تومانی میدیم برای مثلا تامین گوشت، این مشکلات رو درست می‌کنیم. من سوالم از خدمت شما که عضو کمیسیون کشاورزی هم هستید اینه که آیا ایجاد وزارت بازرگانی به بخش کشاورزی ما لطمه میزنه؟ دقیقاً لطمه میزنه. به خاطر اینکه در واقع ما دوباره دوچار دوگانگی مدیریت میشیم. ما هم در واردات برنج، هم واردات شکر، هم بحث تجارت چای اصلا تجربیات بسیار تلخی داریم که همیشه تولید کنندگان ما رو آسیب زده. هم الانم که تازه رعایت نمی‌کنن با بعضی از به اصطلاح ممنوعیت صادرات و نمیدونم حذف تعرفه‌ها، باز دارن کشاورزان و تولید کنندگان ما آسیب می‌بینن. من فکر می‌کنم که قانون تمرکز وظایف و ادغام واقعا این وزارتخونه‌ها دو تا اتفاق خوب بوده اگر خوب اجرا می‌شد. شما الان نگاه کنید همین ادغامی هم که صحبتش است، اینا بیشتر تجمیع شدن، ادغام نشده، ماموریت تعریف نکردن، ساختارش رو تعریف نکردن، اومدن دنبال تفکیکش هست. جناب آقای ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی، سلام، شبتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر و همچنین همکاران محترم، مهمانان گرامی، جناب آقای دکتر ابراهیمی و آقای دکتر مفتح و همه زنده باشین بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم. جناب ملکزاده، آیا جانب. تشکیل وزارت بازرگانی به بخش کشاورزی ما لطمه میزنه؟ چرا؟ بله، شک نکنید که با تشکیل وزارت بازرگانی مطابق با سالهای قبل از 92 و 93 که وزارت بازرگانی رو ما داشتیم و متاسفانه بیشترین ضربه رو به بخش کشاورزی وارد کرد و متاسفانه باز هم به دلیل اینکه نگاه جدی به تولید کننده ما نبود، همینجوری که الان جناب آقای دکتر مفتح میفرمایند، من با تمام احترامی که برای ایشون قائلم که الان همه از پیاز گرفته تا تمام محصولات گلایه دارن، آیا قبلا نبود؟ همین که میفرماد قبلا سیب زمینی رو رایگان میدادن و الان با این قیمته، خب این متاسفانه به خاطر همون سوء مدیریت وزارت بازرگانی بود که باید محصول من کشاورز به صورت رایگان بیاد دست مردم و هزار مشکل دیگه، از جمله چیزایی که الان جناب آقای دکتر ابراهیمی هم فرمودن در رابطه با بحث قانون تمرکز وظایف کشاورزی که متاسفانه به خوبی اجرا نشد و همینجوری که فرمودن ظرف 6 ماه قرار بود که این آیین‌نامه و ساختار جدید به حساب همین جهاد کشاورزی و وزارت سمت باید تدوین به ابلاغ بشه انجام نشد. متشکرم آقای دکتر، من خواهش می‌کنم گذشته بر این ما
نه تنها ساختارهای جدید و متناسب با قانون تمرکز اصلاح نکردیم، بلکه اکثر تصمیمات وزارت جهاد که در قانون تمرکز اومده الان وزارت سمت تصمیم گیرنده است. و یکی از معضلاتی که ما توی تنظیم بازار داریم این که الان تصمیم گیرنده واحد ما در بخش کشاورزی برای آقای ملک زاده تولید نداریم. آقای ملک زاده، اول بازارها به هم میریخت و بعد در واقع اتفاقی نمی افتاد، اینقدر این تکرار شد که گرفتن از وزارت جهاد دادن به وزارت صنعت. اینجوری نبینید که بازارها در تنظیم بازار در بخش کشاورزی مشکل داشت آقای ملک زاده. اما نکات دیگه‌تون درسته، اجازه بدید که آقای دکتر جانم، آیا قراره فقط یک طرف قضیه رو ما نگاه بکنید؟ نه دیگه، شما اون طرفشو گفتید، منم یه طرف دیگه‌شو گفتم. نه آقای دکتر، ما اون موقع می‌دیدیم که مثلا ده‌ها هزار هکتار از مزارع و باغات کشاورز با بهترین عملکرد و کیفیت رو دستش می‌مون و رغبتی برای برداشت نداشت. بسیار خوب، بله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای ملک زاده، با شما هم خداحافظی میکنم. من فقط از آقای قزنفری اجازه بدید بپرسم که آقای دکتر، شما چرا شرح وظایف رو در زمانی که مسئولیت داشتید ندادید به مجلس؟ بله، سوال خوبی است. ما شرح وظایف رو آماده کردیم، در واقع در اون معاونت مربوطه ریاست جمهوری، معاونت نیروی انسانی بود ظاهرا، بحثای پایانیش داشت انجام میشد، فکر میکنم تصویبم شد که مجلس داده بشه، یعنی از وزارتخونه خلاصه خارج شد، رفت توی یکی از معاونت‌های مربوطه در ریاست جمهوری. اونا هم داشتن روی این تعداد نیروی انسانیش چالش میکردن با ما که ما هم تسلیم شدیم، یعنی گفتیم با نیروی انسانی کمتری وزارتخونه ادغامی رو در واقع اداره کنیم. قرار شد به مجلس داده بشه و قدم‌های بعدی برداشته بشه. یعنی اون فرمودن تجمیع شده و ادغام نشده. بعد سر فرصت من اگر یه وقت زمان باشه توضیح بدم که نه، ادغام صورت گرفت، ما تنظیم بازار رو تو خود دل تولید انجام میدادیم. یعنی تصمیم میگرفتیم که با توجه به توان داخل در واقع تعرفه تنظیم بشه و به گومگوها رو به حد اقل رسوندیم. متشکرم. من نکته رو میخواستم که سراتا نرسم اگه فرصت باشه. اگه کوتاه بگید، چون الان آقای مفتح باید توضیح بدن، الان دو سه تا نظر داشتن که وزارت بازرگانی به بخش کشاورزی لطمه میزنه، پاسخش رو باید بدن. بگم خدمتون، الان ببینید که بحث بین جهاد و سمت توسط برخی از مهمانان عزیز مطرح شد. در گذشته که وزارت بازرگانی و صنایع هم جدا بودن، دوباره از اون ور کلی بگو مگو از همین شکلی که الان دیدید وجود داشت و واقعا بعضی وقتا تنظیم یک تعرفه 6 ماه تا 1 سال طول میکشید. من یادداشت کردم روی کاغذ حدود 10 تا فرایند و فعالیت مهم دچار کاستی و تعلل میشد، چون بین وزارتخونه های ما اختلاف نظر بود و واقعا فعال اقتصادی خیلی آسیب میدید، چابک نبودیم، نمیتونستیم زود تصمیم بگیریم و خوشبختانه این در حوزه تولید و تجارت حل شد. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب مفتی. بله، من یکی دو نکته عرض بکنم. یکی راجع به قیمت سیب زمینی مطرح شد. خب ببینید، ما نماینده مردمی در دل مردم هستیم، با مردم نشست و برخاست داریم. مردم از قیمت سیب زمینی گله‌مندن. ایشون برادر عزیزمون که مهمان برنامه بودن، آقای ملک زاده، آقای ملک زاده حمایت می‌کردن برای سیب، میگفتن بله قبلا ما سیب زمینی این قیمت بود، الان نه. ما واقعا خدمتگزار مردم هستیم، دولت و نمایندگان باید منافع مردم رو ببینن. البته کشاورزم جزی از مردمه، اما یک قیمت بهینه و اپتیمومی باید داشته باشه. مردم با این قیمت‌های سیب زمینی و پیاز، گالمانه یک کالا عرض می‌کنم و کالای مشابه، من و شما یادمونه زیاده. که در قبل هم که وزارت بازرگانی داشتیم، این پیاز و سیب زمینی سال به سال اینم با بله. هم چیز می‌کردن، اینم اشکال ما همه الان اشکال داریم. آره. ما میگیم که وزارت جهاد کشاورزی باید عرض کنم که متناسب با شرایط الگوی کشت بده، این وظیفه همون استراتژی تولید در بخش کشاورزی و به هر منطقه الگوی کشت این بوده. من برای یه مطلب، این که واقعا اون که عرض می‌کنیم الان شرط مناسبی واقعا برای، حالا چقدرش متاثر از این سیستم وزارتخانه، چقدرش متاثر از سیستم دیگه است، اون بحث دیگری است. بله. اما این برداشت نشود که از این قیمت بالای سیب زمینی که واقعا مردم موجب اشکال شدن،
یک جایی داره دفاع میشه. نه ما واقعا با این مطلب مخالفیم، تصورم میکنیم که مسلط نبودن به بازار مقداری مشاهد ایجاد کرده. بحث دوم خیلی کوتاه ارزم، چون نیمه کارمون راجع به ژاپن ارزم اینست که واحد صنعتیش این گونه است عمدتا در خیلی از موارد، که قسمت فروشون تخصص دیگری است، شرکت دیگری انجام میده، قسمت تولید شرکت دیگری، ولی در ساختار دولتی و وزارتخانه ایش این گونه نیست که اون توضیح راجع به اون. بسیار خدمت شما شد که مردم از قیمت پیاز و سیب زمینی در واقع ناراضی ان، از همه قیمت ها ناراضی ان، از در واقع همه اقلام افزایش قیمت داشته در اثر کاهش ارزش پول ملی. اینم در راستای سیاست‌های به اصطلاح گذشته‌ای که ما داشتیم، الان تحریم‌ها هستن، سوء مدیریتی که اتفاق افتاد، اساساً اصلا تخصیص ارز که عملاً در واقع یک التهابی رو در بازار ایجاد کرد، اینا ربطی به ساختار نداشت. اگر ما فکر می‌کنیم که واقعاً با تشکیل وزارت بازرگانی رضایت‌مند ایجاد می‌کنیم، اصلاً اینجوری نیست. اگر مردم واقعاً قدرت خریدشون افزایش پیدا کرد، دستیابی به کالا براشون امکان داشت، راضی میشن، وگرنه نه وزارت بازرگانی به قضیه کمک می‌کنه نه در واقع قبلا هم سابقهش نشون داده که اینقدر مفید بوده. من خدمتش فرش از زمانی که بازرگانی بود همه نوسانات بود، وقتی که قانون تمرکز وظایف صورت گرفت اتفاقا یک ثبات نسبی ایجاد شد تا همین سال 97. سال گذشته سال 97 اصلا اتفاقاتش جدای از بحث مثلا مدیریتی باید بررسی بشه و من فکر میکنم این کار اساسا به زیان کشور هست. من خودم به شخصه عضو کمیسیون ویژه اصلاح ساختار بودم، تلاش کردم که در کمیسیون رأی نیاره، در سن ما تلاش کردیم که دو بار رأی نیاورد و انشالله این دفعه هم تلاش میکنیم که این هم محقق نشه. خب آقای دکتر غضنفری، آیا تفکیک وزارتخونه ها، مثلا حالا وزارت بازرگانی بخواد تفکیک بشه، با در واقع قوانین بالا دستیش در تعارض نیست؟ دلید. مشکل قانونی نداره؟ فکر میکنم در برنامه های 5 ساله ما کوچکسازی و چابکسازی و عدم افزایش ساختار داریم و همچنین فکر میکنم هزینه هاشو که معمولا ایجاد میشه دولت باید بپذیره. ظاهرا یه اتفاقات سیاسی تو کشور افتاده که ما بیخبریم. چطور مگه؟ نظر مجلس برگشت و یه دفعه همه متحول شدن به اینکه وزارت بازرگانی میکنیم. به نظرم کار کارشناسی نیست، یه اتفاق سیاسی و حالا چه پشت پرده چه خبره من نمیدونم. یعنی فکر میکنید که یک سری ذی‌نفعی وجود داره که این وزارتخونه شکل بگیره؟ نه من اینجوری واقعا منظورم نبود. یه مثال بزنم، مثلا الان واردات خودرو ممنوعه، وزارت صنعت معدن تجارت ممنوع کرده، چه بسا اگر وزارت بازرگانی ما داشتیم واردات خودرو آزاد میشد و خب کیه که ندونه به هر حال پشت پرده واردات خودرو چیه؟ من نگران این هستم که خدای نکرده تحریم ها موفق بشن در این تفکیک. یعنی این سد محکم داره شکسته میشه توسط خود مجلس و خیلی تعجب میکنم. برای همین اصلا بحث ما دیگه کارشناسی و اقتصادی نیست. یه مقداری فکر میکنم باید عمیق‌تر موضوع نگاه بکنیم و فکر میکنم رگه های از نگاه سیاسی به موضوع داره کار دستمون میده. یعنی فکر کنم دولت در انجام کارش ناموفق بوده، داره یه صحنه‌ای ایجاد میکنه که پشت اون صحنه پنهان بشه. بذارید آقای مفتح که موافقن ببینیم نگاه سیاسی که نداشتن ایشون. حالا دکتر غضنفری که من اطلاع ندارم، نظر ایشونه، من نظر نسبتشونم نمیتونم لابد مطالبی شما اضافه مرزم تمام بشه، لابد مطالبی میدونن که میفرما، ولی من قبل از که همین مباحث بشه، زمانی که مجلس نه یک بار و دو بار چند بار رد کرد، این چه در زمانی که طرح و لایحه بود، چه در زمانی که وزرا رو می‌خواستن معرفی کنن، که پخش هم کرد اول برنامه جلسه بود که موضوع نبود، دکتر لاریجانی فرمودن که ببین نظر مجلس چیه، رأی گیر کردن. همین مواقع اکثریت مجلس مخالف بود. بنده از همون اول که مطلب مطرح شد حتی صحبت کردم به عنوان موافق، مدتی اصلا روز اولی که این موضوع مطرح شد من با دیدگاه کارشناسی خودم چون عرض کردم معتقدم بازرگانی یک تخصصهایی میخواهد مستقل از تخصصهای صنعت و معدن. شما رگه سیاسی میبینید؟ نمیدونم داستان حالا. بله من اتفاقا حتی خب جناب آقای دکتر مفتح من شاهدم که از ابتدا با این قضیه موافق بودن و استدلالای خودشون داشتن. آره ولی این تحولی که در مجلس حالا آقای غضنفری صحبت‌های جناب آقای ملک‌زاده رو که نگاه می‌کردی واقعا تولید کنندگان حس کردن که وزارت بازرگانی بهشون آسیب می‌زد. اگر واقعا بخش تولید کننده و جامعه رو ما بخوایم مد نظر بگیریم، فرمایشات جناب
دکتر غضنفری هم از اینجا صحیحه که ببینید وقتی که دو بار در مجلس رد میشه، حتی بار دومش به نظر اصلا نباید میومد در دستور کار، در کمیسیون به اصطلاح خاصی که برای این قضیه هست رأی نمیاره و با رأی بالایی هم خدمت شما شد که این قضیه رد میشه، چجوری میشه دوباره تعدادی از همکارای ما خودشون پیگیر این موضوع هن. این حتما لابیگری هست، حتما خدمت شما شد که پیگیری های دولته و من واقعا متاسفم که چرا دولت به جای اینکه یک مأموریت درست تعریف کنه، ساختار رو در واقع آیین‌نامه‌اش رو زودتر بده تا مراحل کامل اجرا بشه، دنبال تفکیک یعنی در واقع تشکیل وزارت بازرگانی است. آقای مفتح، حالا یه نکته رو هم آقای دکتر غضنفری تو بخش اول صحبتاشون گفتند و اونم باز از نظر زمانیه. از نظر زمانی دو تا ملاحظه است، یکی اینکه حالا این تا بخواد ایجاد بشه دولت شاید دیگه کارای خودش و مفید بودنش رو برای این دولت از دست بده. نکته دومش اینه که خب مگه ما نمیگیم در جنگ اقتصادی هستیم، اساسا ما اومدیم مثلا در سطوحی داریم هماهنگی میکنیم، مثلا شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، برای اینکه این بوروکراسی ها رو حذف بکنیم. آن وقت چطور تو این مقطع که جنگ اقتصادی داریم میخوایم یک وزارتخونه درست بکنیم که این تا بخواد بیاد با وزارتخونه های دیگه جفت و جور بشه کلی استکاک ممکنه از تو دل این چون سابقه شم هست بیرون بیاد؟ البته حالا اینکه در مقام عمل چه اتفاق خواهد افتاد، چقدر زمان خواهد برد، آیا اینا در ادغام واقعا تغییرات اساسی دادن، یا حالا ما در استانهایی که ببینیم فقط یک مدیر کل هست شد بقیه ادارات وجود دارن و همون تکرار در تهران در خود سطح وزارتخانه نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده، اینکه چه اتفاقات خواهد افتاد نمیدونم، چقدر زمان میبره، چقدر کار میبره و چقدر اجرایی در این عمر باقی مانده دولت خواهد بود. اما اون که من دیدگاه کارشناسی و تخصصی به موضوع نگاه میکنم، همونطور که عرض کردم، فکر کنم چون دو تخصص مختلف هست و تخصصی که با هم فاصله هم داره و این هم هماهنگ کننده دارد، این وزیر نمیتواند از کاری که اون وزیر انجام داده و در هیئت دولت مطرح شده خودشو مبرا بکنه، قانون اساسی چون اجازه ای رو نمیده، رئیس جمهورم در صدر هیئت وزیران نشسته است برای همین کار که این هماهنگی انجام بشود و هدف اصلی هم در این جنگ اقتصادی پیروزی در جنگ اقتصادی است. ما باید در جنگ اقتصادی علیه آمریکا قطعا انشالله پیروز بشیم. این ابزار چگونه این تفکیک چگونه میتواند به این هدف لطمه بزند، اگر واقعا لطمه بزنه که در این شرایط؟ من یه بار دیگه هم تاکید بکنم که اساسا در واقع تشکیل وزارت بازرگانی هم مغایرت با قانون اساسی داره، با بند 10 ماده 3 اصل قانون اساسی، با ماده 28 قانون برنامه 5 ساله 6 و همچنین بند 10 سیاست های کلی نظام. واقعیتش اینه که ما یا باید بگیم آقا اونا حساب نشده بوده اصلا به شکلی این موضوعات رو ندیدن آوردن، ولی اگه نگاه کنیم که آقا اون قوانین بر اساس یک مطالعه و یک برنامه صحیح شکل گرفته، پرداختن به تشکیل بسیار جدید بازرگانی یک مغایرت جدی داره که من فکر میکنم اصلا اساساً تاکید بر این قضیه یک کار اشتباهیه. و اگرم در واقع ما در این جنگ اقتصادی که قرار داریم، فکر میکنم بیشتر باید رو بیاریم به تمرکز در واقع هماهنگی، تمرکز مدیریت هماهنگی و تکیه بر واقعا توان داخلی تولید و تشکیل زنجیره ها، نه اینکه مثلا بیایم دوباره این زنجیره رو از هم باز بکنیم. شما ببینید اگر این شکل بگیره ما چند وقت درگیر انتخاب وزیر بعد دوباره بازی های سیاسی انتخاب مدیران استانی و همه اینا عملا یک انرژی رو از کشور خواهد گرفت که به جای اینکه منفعت داشته باشه بیشتر آسیبه. از نظر زمانی چطور تو این شرایط؟ بله، از نظر زمانی که حداقل یک سال تا یک سال و نیم وقت این کشور رو از بین خواهد برد. خب نمیدونم اینجا میشه قانع شد یا نمیشه قانع شد و اینکه بالاخره میخواد چه اتفاقی بیفته. تو مجلس مشخص خواهد کرد دیگه. آره، یعنی وقتی که این طرح مسئله قانون رو طی کنه، مجلس بیاد و نظرات در مجلس بیان بشه، حتی سابقه مجلس هم که عرض کردم و دوستانم فرمودن، آقای دکتر غضنفری هم فرمودن، احتمالا چند بار این رد شد، نه یکی دو بار، چند بار رد شد. بالاخره تصمیم گیر نهایی هم مجلس هستی که تصمیم بگیره، اونجا قطعا نظرات کارشناسی بیان میشه، اون که اکثر نظر اکثر هست قطعا کسی که مخالف تا
طبق نظر کارشناسی مخالفه، کسی که موافقه با استدلالات کارشناسی موافقه. اون چی که اتفاق خواهد افتاد اکثریت مجلس خواهد. نکته آخر؟ نکته آخر من اینه که واقعیتش اینه که ما به هیچ عنوان مشکلات اقتصادی الان به ساختار نباید رفت بدیم، بیشتر به تصمیم گیری های اشتباه برمیگرده تا اصلاح ساختار. خیلی متشکر، خیلی ممنونم از حضورتون، همینطور از شما جناب آقای ابراهیمی. از آقای دکتر غضنفری هم تشکر میکنم و باشون خداحافظی میکنم. واقع قضیه اینه که چیزی که ما الان باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم شرایط تولید کشور هست و باید به این توجه داشته باشیم که به هر شکلی، حالا چه در قالب یک وزارتخونه چه در همین قالبی که الان داریم، سیاست‌های تجاری ما نباید به تولید ما در سال رونق تولید لطمه بزنه. البته صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی امری است که باعث تقویت تولید میشه که ما خوشبختانه در شرایط خوبی هستیم نسبت به سال قبل، اما مشکل ما سر واردات بی‌رویه کالاهایی است که در داخل تولید میشه. از توجهتون سپاسگزارم، امیدوارم که مجلس یه بار دیگه تدبیر و خلاصه نظر کارشناسیش رو در این قضیه نشون بده. به اتفاق مهمانان با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.